به نام خدا ابوالفز مهاجری هستم از دانشگاه فردوسی مشهد با ارائه XML Based Attacks on Web Application در خدمت شما است. در ابتدا باید بگم که اول XML اصلا چی هست؟ خب XML مخفف Extensible Markup Language یا همان زبان نشانه گذاری گسترش پذیره. که حالا کاری که میکنه برای ذخیره و انتقال داده کاربرد داره و خروجی هم خوب به تب نداره و برای برخلاف HTML که یک تگ های از پیش تعریف شده ای داره این XML تگ پیش شده نداره و از این جهت هم توسعه پذیره که حالا اگه این عکس ها رو نگاه کنید مثلا نگاه کنید یک نوتی که حالا ارسال شده به تو از طرف مثلا یک نفری و یه هدینگی داره و یه بادی حالا میتونیم اینجوری توسعهش بدیم که بیایم مثلا یک اور اضافه کنیم و دیت و در همون طوری که این, این سرویس داره با این دیتا داره کار میکنه با این دیتا به درستی کار میکنه حالا XXH یا External XML External Entity مخفف همون XML External Entity هست و به معنی نهادهای خارجی XML در مجموع یک آسیب پذیری امنیتی وبه که در تاپ 10 اووست جز در رتبه چهارم قرار داره و حملاتی هم که از طریق این XXE داره انجام میشه به پارسر های XML و پردازنده های آسیب پذیری XML وارد میشه و اونجا را هدف قرار میده در, در کارهایی که در این زمینه انجام شده منجر به این طبقه بندی شده که مشاهده میکنید و بر این اینجوری رنگ هایی که مشخص شده از پر رنگ به کم رنگ بر اساس سکیوریتی لول هست و حالا این رنگ هایی که مشاهده می‌کنید دقیقا بر اساس همون سکیوریتی لولی که هست که گفتم یعنی حالا سکیوریتی لول منظور همون کریتیکال ایمپکتی هست که نشنال والنربیلیتی دیتابیس یا همون ام منتشر کرده حالا در در مقادیری که تعداد مقادیری که حالا اینا این حمله ها انجام میشه و پرونشنی که در قبالش هست و اینها اینا دسته هم شده و این نمره ای از ده بهش اعمال شده که من در اسلایت های بعدی بهش اشاره خواهم کرد اولیش مالیشیس کاراکتر اند strings هست یا همون رشته های رشته ها و حالا کاراکتر های مخرب بعدیش اوور ایکس ام یا همون سند ایکس با اندازه بیش از حد هست بعدیش آنالایز سورایز اکسس وای ایکس ای هست یا همون دسترسی غیر مجاز با ایکس ای و بعدی تمپر ایکس ام اسکیما یا همون ایکس ام شمای ایکس دستکاری شده و بعدی کریپتوگرافیک فلاد الگوریتم یا همون الگوریتم های معیوب رمزنگاری این کلاسیفیکیشنی که انجام شده میدونید باز به هر کدوم از اینها یک بندی لحاظ شده که حالا نمره این بالایی که میبینید همون نمره MVD یا کریتیکال امپکتش هست که MVD داده به مخربترین همین مالیشس کاراکتر ان هست که با امتیاز نه و 8 در صد قرار داره و به شیل کد ایکس ت تگ اینجکشن ایکس کوری کامنت و کراس سایت اسکریپتینگ دسته بندی شده و حالا میبینید چه چیزهایی که عواملی دارن که اجرا میکنن مثلا اکثرون دارن کد اکزیکیوشن میکنن یا همون اجرای یک کدی و بعضی ها هم پرویلیج اسکلشن دارن یا همون افزایش دسترسی افزایش حالا دسترسی بهش ما میگیم که دسترسی ها رو افزایش میده و قابل مشاهده علتی هم که داره اینفیشن اینپوت والیدیشن هست حالا اگه بخوام چند تاشو سریع توضیح بدم مثلا شل کد میاد دستوراتی رو که به XML درج میکنه و حالا یک دستور ناخواسته رو روی اجرا میکنه x کوئری یک اگه فیلتر خوبی XML پارسر رو نداشته باشه پوستر جوی رو اجرا میکنه و حالا تگ کوری کوئری هم هم مثل کوئری کامنت یا تگ انجکشن و کراس سایت کراس یک کد جاوا اسکریپت به XML اضافه میکنه و اون سندمون رو دستکاری میکنه بعدش اوورسای ایکس ام داکیومنت هست که این هم با امتیاز هشت هست در این ویدیو و حالا مثلا به بیشتر یا همشون تقریبا کانزامشن ریسورسز دارن یا همون استفاده از منابع رو درگیر میکنند و مثلا به پینگ of دیس و دیپلی nested ایکس ام که از اسباش مشخصه مثلا دستوراتی که سرور داره اشغال میکنه و حالا این ایکس ام خیلی تو در تو رو شامل میشه و این هم به خاطر این اینپوت والیدیشن هست بعدیش آنسرای اکسس وایا اکسترنال انتیتی هست که این امتیاز 98 داره و به دو قسمت X سیستمی و پابلیک تقسیم میشه اینجوری هستش که به خاطر میس کانفیگوریشنی هست که یا همون پیگمبردی غلطی هست که در سند وجود داره یا همون سرورمون وجود داره و این ایکس ام رو به ایکس خارجی ارجاع میده و به اشخاص خارجی از دستی بدون احراز هویت رو میده و میبینیم که کد داره و کانزامشن آف ریسورس بعدی تمپرد ایکس ام اسکیما هست که شمای ایکس ام دستکاری شده هست که میاد با شمای شمای ایکس ام ال رو دستکاری میکنه مثل ایکس که یک زبانی هست که ایکس به بقیه شمای ایکس مثل اچ تبدیل میکنه و اون مهاجم میاد و این XLSD رو تغییر میده و امتیازش هم 4 تا 7 بهش اعمال شده و بعدی هم که الگوریتم های معیوب که رمزنگاری هست که امتیاز 7 و 9 داره و و به آن تراست به خاطر آن تراست کی ها هست که مثل من میدل که داره انجام میشه و به خاطر الگوریتم های ضعیف هستش پریونشن هایی که میشه انجام داد این هستش که مثلا برای مالیشس کاراکتر سریم بیایم دیتامون رو ولیدیت کنیم برای سایز بیایم آقا بگیم سایز اون سندامون رو محدود کنیم و همچنین اون سطحی از تو در توی رو بیایم محدود کنیم برای آناسور عکس با اکسترنال انتیتی هم میتونیم یک مکانیزم دسترسی رو برای این دسترسیمون اعمال کنیم و پیاده سازی کنیم برای XML شمای دستگاه شده XML رو میتونیم باز هم یک پولیدیشن مناسب و انجام بدیم و اون شمای اسکلمون ایکس ام ال مون قوی‌تر و سختتر کنیم برای این هم که بیایم امضاها رو ولیدیت کنیم و در نهایت میتونیم برای کارهایی که هنوز وجود داره و این ریسرچ هایی که انجام شده هنوز خیلی از جنبه ها قابل پژوهش هست و شما میتونید در همین زمینه ها و آسیب پذیر تحقیق و پژوهش انجام بدید و حالا پژوهشاتون رو ارائه بدید از توجه شما برای این ارائه بسیار ممنون